آدم های خوش سابقه هیچ وقت خراب نمیشن. چرا؟ اونها هم بالاخره امکان داره، ولی وقتی که سر بریده زبیر رو آوردن جلوی امیرالمومنین علیه السلام سابقه سوء زبیر رو که کسی نمیدانست آشکار کرد، فرمود که این حسادتی درش بود از فلان مأموریتی که من و ایشون با هم دیگه داشتیم، کارشو به اینجا کشوند. من در ارتباط با شخص آقای موسوی دوست دارم یه مطالبی رو عرض بکنم. حتما بنده به اجمال عرض خواهم کرد و خیلی خوبه به تفصیل بیان بشه. اینها درس‌های بزرگ انقلاب اسلامی و افتخار جمهوری اسلامیه. آماری بگیرید از مخالفت‌ها و دشمنی‌های ایشون با رئیس جمهور وقت، یعنی مقام معظم رهبری اون موقع رئیس جمهور بودن، از شخصیت‌های مملکت که علنی خیلی از حرفا رو زدن از این مخالفت‌ها، بعد مقام معظم رهبری بعد از اینکه به رهبری رسیدن چقدر با محبت با ایشون برخورد کردن، تو هر کمیته حساس می‌فهمیدن آقای موسوی هم باشن، یک ذره بی‌اعتنایی، یک ذره بخوام تلافی بکنم، حتی صریحا به این گروه برگشتم فهمیدم من گذشته رو همه رو فراموش کردم. این از زیبایی های نظام ماست. یه آماری شما از به اصطلاح ناجوانمردی های اینها در زمان حضرت امام بدید. یه نمونش استفاده های موسویه که امام اونقدر ناراحت شدن، تو صحیفه امام هست و اخبار پشت پرده نیست. اینا رو آمار بدی. بعد تسامح جمهوری اسلامی، سماحت و فعیه سر جمهوری اسلامی رو هم در طی این 20 سال نشون بدی. معلومه که زمین میخورن. چرا آقای خاتمی توسط مردم اینقدر مورد نفرت قرار میگیره در نوه بی؟ مردم لعن میکنن، لعن علی عدو که یا حسین، بعد اسم 3 نفر رو میبرن. چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه ایشون محور شعار 8 سال دوران ریاست جمهوریشو قانون قرار داد. اون زمان چه عدم صداقتی تو کلام ایشون بوده که اینجا الان برملا بشه؟ بنده توی قم رفتم، توی مدرسه، توی تجمعی، حالا دوستانی که قم هستن میدونن میلاد امام رضا علیه السلام بود، جمعی از دانش آموزا رو در دبیرستانی جمع کردن توی سالن تربیت هست دور شهر، گفتم سخنرانی بکنم در میلاد امام رضا علیه السلام. چند مدرسه رو جمع کردن اونجا، از حراست استانداری گفتن که ممنوعه، نمیشه. آقا چرا ممنوعه؟ گفتم جلوی من از طرف من عذرخواهی کردن فلان نیومده. آقا ما ممنوع المنبر میشدیم تو قم. من به پدر مرحوم هم افتادم که در اصل کلانتری ها ممنوع المنبر میشد. بعد اینا انقدر راحت از آزادی بیان صحبت میکردن. آقا باید اجازه بدید. من بهشون گفتم آقا من سیاسی نمیخوام حرف بزنم. این کسی که منو دعوت کرد تو آموزش پرورش عزلش کردن.